اتوبوسو باید در بیاریم. چرا؟ تو میدونی چرا؟ سر صدا میده دیگه. یه صدای توش میده. خیلی هم سفت میچرخه. آره موتور هم سفت میچرخه، صدا میده. بعد دومین موتوریه که اینجوری میشه الان. در گذر ایام. باید در بیاد اینجوری. الان چه حسی داری؟ حس در آوردن موتور. حس در آوردن موتور سوبارو. نه دقیق‌تر بگم. حس در آوردن موتور سوبارو. یا تاغان زده. نه دیگه یا تاغان زدهش که نه. خود در آوردن موتور سوبارو ای جی 20 توربو نمیدونم. حس در آوردن اینه دارم. تازه کمکاشو درست کرده بودیم. خواستیم بوستش رو زیاد کنیم. در میاد دیگه. دراریم. شروع شده پروژهش. یعنی شروع نشده این اتفاق براش افتاد. البته این دومین موتورشه. گفتم یه بار اینو. آره. این دومین موتورشه که هنوز شروع نشده براش این اتفاق افتاد. ولی خب در میاد. پروژه ها همینجوری شروع میشن دیگه. دنبال چی میگردی تو روغنش؟ دنبال پیریسه هست؟ والا روغنش که با هم جوری باشه، یعنی که الان کارتله رو باید اینو خالی بکنیم پیه جا ببینیم کفه الان پیریسه نقطه یا نه. اونجور که این صدا میده این روغن خیلی باید بد باشه، احتمالا اتفاق دیگری برایش افتاده است. پیریسهاش کم هم نیست. پلیسه موتورشو داریم در میاریم. موتورشو داریم در میاریم. واقعا سفته، سفت میچرخه. نه واقعا سفت میچرخه، خیلی سفت میچرخه. البته سوپاپاش الان همه بسته، ولی موتور اونجوری که باید نرم به چرخه نمیچرخه. در میاریم موتور رو. آهن داره رو آهن میسابه. یه صدای لاغلاغی هم داره میده، میداد یعنی. بعد پیریس هم تو روغنش بود. موتور رو در میاریم چک میکنیم. من باهاش میومدم لاغلاغش یه جایی قطع میشد، یه جایی وصل میشد. چرا؟ نه شاید تو خارج کردی. من که اصلا مرفتم بیارمش، فقط من 5 ثانیه نشستم باش. لاغلاغش یه زمان مال این بود با؟ آره ما رو گول زد. آره اینو برداشتیم درست کردیم خب. اونجوری صدا میزد. ولی ما رو گول زد. چند وقتی همجوری صدای این میومد، اینو درست کردیم بعد دوباره صدا میومد، ما فکر مال اینه. بعد گویا مال این نبود. آره دیگه. آره مال چیز مهمتری بود. البته این هم مهمه، ولی اونم مهمه و مهم‌های دیگر. پدرزش رو از پایین باز میکنی؟ پدرزش رو که از پایین باز کردی بعد کارترش هم باز میکنی، میذاریمش رو میز، بعد بقیه چیزش رو باز میکنی. خب چرا استندش نمیکنی؟ استندش اگه بکنیم ببندیم استندش دیگه موتور ازم جدا نمیشه. باکسره، یعنی باید رو میز بازش کنیم. رو میز بازش میکنیم، رو میز جمعش میکنیم، رو میز پهنش میکنیم و در نهایت از رو میز برش میداریم میندازیمش. کجا؟ یا بیرون یا تو ماشین. خیلی خاکیه ولی دورش نیا کن، خیلی خاکی. این با اینکه کار باش رفته ولی روش خیلی شن چسبیده. اینا رو می‌بینیم بخارا، اینا بخار روغن بوده که یه ذرهش از این زده بیرون، یه ذرهش هم از کاسه نمد تعمیر لنگ زده بیرون، ولی این ورش خیلی تمیزه. می‌بینی؟ این تمیزیش عجیب نیست؟ با چی اینقدر تمیز شده؟ این می‌دونی چیه؟ سند بلاست شده. آها. شنایی که می‌اومد اینجا فلویل می‌چرخونده با سرعت می‌زده به اینجا.
نگاه کن، اینا همه رو سندبلاست کرده. دقیقا این قطعه یکی از سندبلاست اومده، همه شو نو کرده. میبینی اینا هر چقدر هم کثیفی داشتن، شن که میومده حجمش انقدر زیاد بوده، میذاره چیکار میکرده؟ این تیکر کلا رو سندبلاست کرده. خیلی جالب سندبلاست کرده، حجمش خیلی زیاد بوده توش، همه شن از این سلاخه میومده. وارکار ماشه رو بسی از اینجا های چیزن رو رد داشته، رد میکرده خیلی کم، ولی اینجا شاید میکرده ولی زیاد، این سیلندش رد میکرده، این سیلندش از اینجا بوست هدر میداده، میداده است. ماشه رو برشو بده، ماشه رو برشو بده رو زیر موتور. اینا اینجا خیلی رد میکرده، اینجوری که پایین بوده از این پایین داشته بوست هدر میداده است این سیلندرش. اینا احتمالا اینجا اونو کف داری بکنم، اینا خود سرسیلنده اینجا شده داری چیز داشت. چرا باید اتفاق بیفته از سمت سرسیلند؟ باید اونقا خود سرسیلنده که ستاب داره باید کف بزن، کف به نمایی دوست داری بدونی این کلاس دک چیه؟ میدونم. آره. اگه در بیاد خیلی کلازه که دیگه سرسیرند من اونجا نگفتم شیماش نگفتم شیماشو بردارم سرسیرند منه. خب بگیر اینو محافظ اینجا شیما نگفته کلازک میگه چیه؟ کلازک بزنیم در بیارم پشت این واشه در هرچی بزنیش بیارم این رو یه چیزی فقط داستانی الان یادم اومد چی؟ ما موقعی که داشتم اینو کلوز دک میکردم خب در همین ایرانی داشت چی؟ موقعی که میخوای اینا رو کلوز دک بکنی یعنی کلوز دک شده خب باشه رو بگیر میبینی؟ آره. این چیزی با پرس کردم داخلش باید سطح اینا رو تراش دادم و این سطحش یه تیکه شده خب آره یه داستانی داره اینجا این سیلندرش رو اگه بخواییم باز کنیم از هم دیگه یعنی جدا کنیم بخواییم این لنگ رو در بیاریم پیچاش اینجاست پیچای کپاش تو ایناست اوه مای گاد اینجاست میبینی پشت اینجا میبینی این شکلیه آره پشت اینا پیچه
حالا ما باید چی کار کنیم اینجا در میاد؟ باید سیستم سوراخش کنیم. چیزه دو سانته. دو سانته؟ قطرش؟ بله. دو سانت اینجا رفته تو. چند تا کپه داره؟ چند تا کپه داره؟ پنج تا کپه. پنج تا. دو تاش بیرون میخوره؟ بیرونه. چی نداره؟ بقیهش تو میخوره. سرسلندشو در آوردم. نگاه. این دوتا رو میبینی اینجا و اینجا. پیچه کپ آخریه. اینجا رو اگه نگاه کنی دوتا پیچ داره. پیچه های کپ آخریه. تصویر خیلی مشخص نیست. تاریکه. خیلی کثیفه. اینا معلومه؟ سفیده؟ آره. این جای چیه اینا؟ نمیدونم. همین الان که بهت گفتم جای چیه. خب من باید هی ندونم دیگه، مثلا که بگم نمیدونم. نه اون بدونی. این وقتی سیلند یا پیستون یا تاقان میزنه، یعنی شاتونش یا تاقان میزنه، خلاصی زیاد میشه دیگه. پیستونه میاد بالا، بعد میاد تق میخوره تو سر سیلند برمیگرده. تق میخوره تو سر سیلند، اینا جا میندازه، میبینی سفید میشه. اینجا و اینجا. این علامتی که انداخته یعنی این سیلند الان چه اتفاق براش افتاده؟ یتاقان زده. یتاقان زده. خلاصی زیاد شده. تق 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 صدا میده. خراب نمیکنه شاتون و پیستون و اینا رو؟ احتمال خراب شدن همه اونا دیگه. آه خراب شد. شاتونش که نه. ولی احتمالا یتاقانش دیگه تموم شده. وقتی اینقدر خلاص پیدا کرد. این سیلنده. سیلنده چنده؟ سیلنده شماره سه. یک دو سه 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 دقیقا از همون سمتی که میگفتم صدا می اومد دیگه. بله. سمت شاگرد سه سراخی که این ورش بود این جاچانش باز شد، این برای یکی اینجا، این هم برای پایینیه کمین داخل بشه بازش کن. دو تا این وره، چهار تا هم وره. میشه چند تا؟ شیش تا. شیش تا. دو تا هم بیرونه؟ هشت تا. هشت تا. آفرین. آفرین. باز کنید. یعنی الان کلوزده کشت؟ هنوز کلوزده که محسوب میشه؟ کلوزده که آره، اینجا شاید جای آچارش باز شده. ما اصلا اول باید نقشه رو اینجوری میدادیم که اینا رو هم توش لحاظ کنیم، ولی لحاظ نکردیم. تصور نمیکرد این اتفاق براش بیفته. خبتیم الان خیلی مدت زمان طولانی بعدن ممکنه این اتفاق براش بیفته که بعدن اش زود شد. شش هفتا بیابون رفت، هشتا بیابون رفت، اوف شد، اوف، اوف. اوی گرفت. حالا اینه این کنیم، این کنیم بیا برم پیلیساهاشون تمیز میکنم. پیلیساهای تراشکاری که کردیم که پیلیساهاشون که میخوام در بیاریم اینا نمنداش قط قطی بکنم. این هم همون پیلیساهی بود که تو استوری برش ها گذاشته به اینجای سفید شده بود. از جلو میتونی بگیریش؟ آره. این همه پیلیساهی بود که گذاشته. این سیرندش اگه نگاه کنیم اینجا سفید شده، اونجایی که سفید شده خورده تو سرسیلند. اینا رو نگاه کن، اینا اونو ندارن یا خیلی صاف و یک سطح. اینا سرنده رو تمیز میکنیم، میزنیم کمی هم میزنیم. این اعتمادا همون گیرده مخونه شد.
یاتاقان زده که الان باز میکنیم نگاه برای باز کردنش. اگه گفت تو چیلی باز میشه اون از اون سوراخ آچار میندازید؟ از کدوم سوراخ ها؟ اون سوراخ ها رو بدازم که سیلندر باز میشن، پیستون ها گیر میکنن که از بغلش چیز میکنید این. آره رو جی تی دیده بودم. جی تی اینجوری نیست، مهندس. آره جی تی اینجوری، همین پس همین این بوده. آره همین رو دیدی. آره همین دیدم. جی تی 86 آدم زدی در جی فرق داره. آره اینو چارده میکنه اینجا. گیجن پینش از کجا در میاد؟ آره چارده میکنه اینجا. آه از این سوراخ ها. یه دونه اینجا. یه دونه این پیچ این باز میشه، یه دونه این چارت. حالا یه کلم باز میشه. چیا در میاد؟ یه جمپینه هاش ساده. اول این سیلندری که خرابه پیستونش اینجوری سفیدی داره، میارم یه جمپینش روبروی این. ها یه جمپینش میارم روبروی این، حالا یه جمپینش رو در میارم، پینش هایی بر میزنم بیاد بیرون. پیستون ها بالا، حالا بیر پایین. پیستون ها بیر پایین تا اینجا خودش. اینجا پایین. حالا باید اینجا خارج گذنم پینش رو ببینیم که بعد رو ببینیم. یه دره خارجم کن. اینا اینجوری خارج گیجم پینش در بیم. حالا باید با یه میله بلند از بار بزنم گیجم پینش در بیم. میله بلند من بدین. الان چرخید، الان نگاه کن، الان 90 درجه چرخید. این جاییه که خورده تو چی؟ تو سرسیلند و پیستونش سالمه. با من این شاتونه که خراب است. حالا بقیه شاتونه رو همه در میاریم. شاتونه این صداش moment of truth. moment of truth میگن دیگه. خارجی ها لحظه حقیقت در حقیقت شو میدونم میدونم یه گه گه ناکس. اینم پیناشو جدا می نمایم. در اومد هستی که این هم میلنگشه اینجوری این هم میلنگشه. این اتاقاناش میشه گفت خراب شدن، یعنی خیلی داغون نشدن ولی خراب شدن، باید عوض شد. این اتاقا ثابته، میلنگه ثابتش کاملا سالم مونده، یه ذره خط و خش داره. اون رو میذاریم که بعدا آنالیز و تحلیل بکنیم که چه اتفاقی افتاده که اینجوری شده. بعد خب تحلیل نمیخواد، روغن نداشته، باش میرفتیم بیا. این شاتونه خیلی سخت، این شاتونه یاتاقان زده کلا، این هم یاتاقان زده.
اون که خیلی آتاوان زده بود این بود، درسته؟ خیلی داغم شده بود که پستونش هم چیز داشت، سفیدی داشت، چوب داشت داره، شاتونش هم خراب شده، شاتون رفته، یعنی آتاوانی که روش نمونده، آتاوانی روش نمونده که بخواد شاتونه به چوخ رفته، اوف شده، اوف. اون برای کپش هم چه؟ کپش هم بریم بریم یاده هاناش ایناست دیگه چیزی نبوده خود میلنگ در چه حاله؟ خود میلنگ عالی ساله سالون بدون خط و خش؟ آره بدون خط و خش تعمیر اول تعمیر هشتم تعمیر هشتم هم درده میاد یاده ها چسبیده بشه یاده نگاه کن من بزنم با این در بیارم یاده ها یادوارا رفتن تو هم دیگه چرخیدن سواله چیزش نیست میلنگه البته البته میشه گفت میلنگه ثابتاش که خیلی خراب نشدن خط خورده ولی خیلی خراب نشده ولی این متحرکه خیلی داغون شده این متحرکه هم با این متحرکه خیلی داغون شده این متحرکه هم داغون شده بس نتیجه میبینیم که میدنگی به در نمیخواد.